بسم الرحمن الرحیم مولوی صاحب محمد محسن حاشمی دپلاتن عالی اداری لوی رئیس مولوی صاحب عزت الله حقانی دپلاتن عالی اداری مسلکی مرسیال مفتی صاحب قدرت الله همت رئیس دفتر فضل الله نظامی صاحب مشاور مسلکی مولوی صاحب نور حیدر صدر مشاور حقوقی طارق عزیز صدیقی صاحب سخنگوی و قایس بی یوسف احمدی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه ای حکومت رؤسای محترم اداره و نماینده محترم رسانه ها با برنامه حسابدهی دولت و ملت خوش آمدید قسم که شما در جیران هستین امروز اداره عالی تفتش گزارش و دستاورت های خود ارائه میکنند که در آغاز جناب رئیس صاحب اومی صحبت می داشته باشن و با تعقیبشان جناب مشاور صاحب مسلکی و در آخر به سوالات خبرنگارای محترم میپردازیم حالا جناب رئیس صاحب خواهش میکنیم تا صحبت های خدا ارائه کنن بفرمایید الحمدلله و کفا الصلاه و السلام علی عباد الذین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم خرسان دستم كدرين دلنشین حساب دهی حکمت به ملت من رئیس اداره عالی تفتیش سهم گرفتیم مقدمتا نکات چندی را خدمت شنوندگان به عرض می رسانم چنانکه الله متعال رب کائنات خالق هردو جهان ارشاد فرموده که نظام پسندیده دین پسندیده در نزد الله متعال دین اسلام است و هر آن کسی که غیر اسلام را اختیار میکند از او پذیرفته نمی شود نظام اسلامی که به عنوان امارت اسلامی افغانستان در افغانستان نمایان گردیده است نماینگر گردی این است که اسلام عزیز احکام شرعی فرامین الهی ارشادات نبوی آئین ماست قانون ماست و رسیدن به آن اهداف مقصد اصلی ماست ببینین وقتی که ما میگویم که امارت اسلامی افغانستان نظام اسلامی است در آن باد فساد جایی ندارد فساد اداری، فساد مالی در اونجا جای ندارد. وقتی که ما دعوا میکنیم کنیم که نظام امارت اسلامی افغانستان یک نظام اسلامی است، فساد اخلاقی در آن نظام جای ندارد. ما وقتی که دعوا می کنیم که نظام امارت اسلامی افغانستان یک نظام اسلامی است، در آن اختلاس و فساد مالی جای ندارد در آن قناعت است در آن شفافیت است در آن حسابدهی است در آن عدالت اجتماعی است در آن اصلاح است پس همین جاست که ما دعوا میکنیم ایرا از شنوندگان عزیز به سراحت بشنوند کی نظامی که نتیجه خون هزارها شهید و نتیجه آه و فریاد هزاران بیوزنان و یتیمان است در هیچ فسادی جای ندارد و ما هم کوشش میکنیم من ایسی من حیث زمامداران امور اجتماعی افغانستان که این نظام را از امیر المؤمنین حفظه الله گرفته تا ادناع مأمور تا ادناع امیر رئیس اینرا با مزایا اسلام برابر بسازیم همیس که اداره عالی تفتیش یکی از آن اداراتی مستقلی است که مرکز رسانه ها در پهلوی وزارتخانه ها برای آنها وقت دادند که در برنامه حسابدهی حکمت به ملت سهم داشته باشیم اداره عالی تفتیش عالی ترین نهاد بازرسی کننده در سطح کشور می باشد که انواع تفتیش را در مراجع سکتور عامه

تفتیش عمل کرد، تفتیش سیستم های تکنولوژی معلوماتی، تفتیش پروژه های ساختمانی عامه و تفتیش خاص یا حکمی را در مراجع سکتور عامه انجام داده و گزارش نتایج تفتیش را به دفتر مشرتابه امارت اسلامی افغانستان ارائه می نماید. دیدگاه امارت اسلامی افغانستان این است ک ادارات امارتی از بعد شفافیت و حسابدییی و مبارزه با فساد اداری در میان کشورهای منطقه و جهان به یک الگو مبدل شود به همین اساس اطمینان از شفافیت و حسابدیی جلوگیری از فساد اداری حفاظت از داراییهای عامه و بیتالمال رعایت قوانین ومقررات فرامين وأحكام وإدايات آل قدر أمير المؤمنين حصول اتمنان أز اقتصاد بودن ومفيديات مف مف ومثيرية در إجراءات إدارات إماراتي أز أهداف أساسي إن إدارة مي باشد بمنظور تحقق أهداف فوق الذكر و بنان بمقام به مقام عالی امارت اسلامی افغانستان این اداره فعالیت های مربوطه را با رعایت فرامین و احکام و قدر أميل المؤمنين حفظه الله با کمال صداقت و مطابق پلان ترتیب شده به پیش برده و دستاوردهای ملموسی را به آن در زیل ارایه میگردد ی اجرای تفتیش امور مالی حسابی عوایدی و اداری مراجع سکتور عامه دو اجرای تفتیش حساب قطعیه سال چهارد صد و ارائه گزارش آن به القدر امیر المؤمنین حفظه الله س اجرای برسیهای فوق العاده بأساس إدايات مقامات زي صلاة إسلامي أفغانستان 4. إصلاح ترحي تشكيلي إدارة وإستخدام أفراد شائستة وفادار بنظام إسلامي 5. بيهبود كيفية بروسهاي تفتش 6. إقدامات إدارة أولي تفتش 7. إقدامات حسابدهی و مبارزه با فساد اداری و مالی هفت رسیدگی به اعتراضات بر یافته تفتیش هشت ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی نو تقویت روابط خارجی اداره و اشتراک در 24 امین کنگره بین المللی ادارات عالی تفتیش در کشور برازیل این بود خلاصه معرفی و اجراعات اداره عالی تفتیش در یک سال که خدمت شما ارائه گردید تفصیل فعالیت ها و دستاوردهای اداره عالی تفتیش تا سال 1401 توسط فضل الله نظامی مشاور مسلکی اداره یالی تفتیش امارت اسلامی افغانستان برای شما ارائه میگردد و من الله توفیق سپاس از جناب رئیس و حال از جناب مشاور صاحب خواهش میکنیم تا صحبت خدای را کنند بسم الله الرحمن الرحیم با ادامه صحبت های جناب مولوی صاحب ما هم خلاصه فعالیت ها و دستاوردهای اداره یالی تفتیش را در نو بخشی که رئیس صاحب خلاصه برای شما گفت ارائه میکنم طوری که شما بهتر میدانید وظیفه اساسی و هدف اساسی داریالی تفتش اجرای بررسی ها در مراجع سکتور عامه است به همی اساس داریالی تفتش تفتش های رایت قوانین و مقررات تفتش عمل کرد تفتش سیستم های تکنولوژی معلوماتی تفتش حساب قطعی سال 1400 امارت و های حکمی را در مراجع سکتور آمه که شامل وزارت ادارات مستقل امارتی، شاروالی ها و شرکت های دولتی می باشد سطح مرکز و بلایات در سال 1401 انجام داده. که تایی سال 1401 ما بر علاوه تکمیل تفتش حساب قطیه تفتش 343 تفتش را ما در مرجع در مرکز ولایات انجام دادیم. تبره که قبلا رئیس های بام گفت ما گزارش نتایج بررسی های را که انجام دادیم به دفتر عالی قدر امیر المومنین جهت رایت مینان شریک ساختیم و همچنان نتایج گزارش هایشان به سطح مرجع جهت تحقق و تطبیق سفارشات تفتش به با مراجع بازرسی شده قبلا ما شریک ساختیم اداری عالی تفتش تفتش حساب قطعی سال 1400 را در سال گذشته انجام داد که ما گزارش نتایج بازرسی خود به با دفتر عالی قدر امیر شریک ساختیم که گزارش تفتش سابق قطعی از طرف آنها تایید شد و گزارش همراه با هدایت جناب عالی قدر امیر به وزارت مالیه جهت تحقق و تطبیق سفارش های تفتش شریک ساخته شد. طوری که یادآور شدیم اساسی ترین وظیفه داریالی تفتش اجرای بررسی ها در مراجع سکتور آمه است. و هدف از اجرای بررسی های ما هم بهبود شفافیت اصابدهی و تقویت حکومتداری خوب در ادارات اماراتی می باشد. ما همچنان در جریان بررسی ها کوشش می تا از ضایع شدن منابع آمه و بیت المال جلوگیری بکنیم. در جریان بررسی ها ما به موارد بر می خوریم که ضایع شدن منابع آمه یا دارایی های آمه در اوجه متصور می باشد که ما به خاطر جلوگیری از این موارد این موارد را بیرون نویس میکنیم و یافته های خود را و بیرون نویسی های خود را در قالب گزارش همراه با سفارشات اصلاحی و مراجع بازرسی شده شریک میسازیم که در جریان سال 1401 اداریالی تفتش در نتیجه اجرای بررسی ها مبلغ 64 میلیارد افغانی و مبلغ 11 میلیون دلار امریکایی را مبالغ قابل تحصیل دانسته که این مبالغ باید از طرف نهادهای بازرسی شده تحصیل و به خزانه امارات انتقال شود و همچنان در نتیجه بررسی های ما باقیاتی که در مراجع موجود بوده تقریبا 24.6 میلیارد افغانی و مبلغ 53.5 میلیون دلار را در بر میگیره که اداره تفتش سفارش داده تا این مبالغ تصفیه و به اداره تفتش و سایر نهادهای زیربط اطمینان ارائه بکنند بر علاوه در نتیجه بررسی هایی که ما انجام دادیم و پیگیری هایی که از تطبیق سفارش های تفتش ما در مراجع انجام دادیم و ایتمنانی که از طرف مراجع رسما به اداره علی تفتش آمده بیرون نویسی هایی که ما کردیم و سفارشاتی که از طرف نهادهای بازرسی شده تطبیق شده در حدود مبلغ 33 میلیون افغانی و 2.6 میلیون دلار این مبالغ تحصیل شده و دوباره به خزانه امارات انتقال شده یعنی اداریالی تفتش دانسته از ضایع شدن 33 میلیون افغانی و 2.6 میلیون دلار جلوگیری کرده باشه این پول دوباره به خزانه مرات اسلامی افغانستان خوشبختانه انتقال شده و همین لحظه که ما و شما در اینجا رابطه با به دست و فعالیت های اداره صحبت می این مبالغ همباره تحصیل شده و میره و به خزانه امارت انتقال می و به اداره تفتش اطمینان ارائه می قبلا یادآور شدیم که اداریالی تفتش طبق پلان سالانه مراجع اماراتی را در مرکز و ولایات تفتش میکنه بر علاوه بررسی که ما طبق پلان سالانه انجام میتیم اداریالی تفتش به تعداد 26 بررسی را در مرکز و ولایات انجام داده که بررسی ها به اساس احکام و هدایات عالی قدر امیر و رئیس, رئیس الوزاره امارات اسلامی افغانستان انجام شده که ما هدایات و احکام از طرف آنها دریافت کردیم و مطابق از او به بررسی مراجعی که در احکام نام از اونها تذکر رفته ما چی کردیم؟ نقدام کردیم و گزارش نتایج بررسی هایی را که فوقلاده ما انجام دادیم به مراجع هدایت دهنده که دفتر عالی قدر امیر المومین است و دفتر ریاست الوزرای امارات اسلامی افغانستان است این گزارش ها آنها شریک شد موضوع امده دیگه که داریالی تفتش در سال 1401 انجام داد اصلاح طرح تشکیل ما بود شما بهتر میدانین که تشکیل وقتی که ترتیب میشه و طوری ترتیب شود که ما وقتی که از کارمندای اداره استحصال وظیفه میکنیم ما را بتانه اداره را بتانه به اداف کلیه که داره برو برسانه این وقت امکان پذیر است که ما یک تشکیل منظم با لایه وظایف مشخص و مرتبط با سایه کاری همکارا داشته باشیم. که ما خوشبختانه طرح تشکیل خود را اصلاح کردیم دلوای وظایف اصلاحات لازم آوردیم و طرح تشکیل به کمیسیون تنظیم تشکیلات و ماشات را کردیم که خوشبختانه از طرف آنها هم تایید شد و از طرف حالی قدر امیل هم منظور شده و فعلا در اداره تطبیق میده موضوع امده ای که داریالی تفتش بالای از کار کرده و در جریان سال 1401 کمیته های مختلف ایجاد شد و موارد سرشکار کردن موضوع بهبود پروسه های کاری تفتش است طوری که شما بهتر میدانید ما باید اسناد و رانمودا و استراتژی خود که قبلا داشتیم با توجه به نظام امارت اسلامی و پالیسی های کلی امارت اسلامی افغانستان ایار بسازیم و استقامت بدیم. به می اساس ما کوشش کردیم که اول راهنمودهای داخلی اداره خود را اصلاح بکنیم ما در اول استراتژی اداره را ترتیب کردیم در استراتژی اداره دیدگاه اداری تفتش بر سه سال آینده تعیین شده و موضوعاتی که ما باید در سه سال آینده انجام بدیم و بتانیم اداره را به اهدافی که داره برسانیم این استراتژی را ترتیب کردیم و از طرف مقام اداره منظور شده ما همچنان به خاطر بهبود کیفیت پروسه تفتش و, تا بتانیم یک تفتش با کیفیت و مطابق به نیازمندی های فعلی افغانستان و ادارات اماراتی یک تفتش با کیفیت انجام بتیم و یک گزارش با کیفیت را هم به با مراجع بازرسی شده هم به مقامات دیسال های امارات اسلامی افغانستان را, را بکنیم ما فارمت پلان تفتش و فارمت گزارش دهی تفتش را تجدید نظر کردیم اصلاح کردیم و به تمام تیم خود دادیم را تطبیق بکنن که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی را از ما به دست آوردیم که فعلا همین پلان و همین گزارش در سطح افغانستان توسط تیم‌های ما تطبیق میشه بر علاوه ما نه تنها بر بهبود کیفیت تفتش در اداره خود بلکه بر سایر ادارات ما کار کردیم ما کوشش کردیم به بود کیفیت تفتش را در ریاست های تفتش داخلی سایر ادارات نیست بالا ببریم چون تفتش داخلی سایر ادارات به عنوان یک بازو در قسمت شفافیت و حسابدهی با اداره تفتش است ما به می اساس یک سیمینار آموزشی را دایر کردیم در دا اداره دا دا تمام رئیس های تفتش داخلی و یک تعداد مفتشین داخلی سایر ادارات دعوت دا کردیم موضوعات برشان تشریح کردیم و ما یک منشور تفتش داخلی را ترتیب کردیم که این منشور تفتش داخلی من منحیس یک رهنمود و یک, تر, و یک تر کاری به تمام ریاست های تفتش داخلی است که این منشور داخلی ترتیب شده وظایف و فعالیت های تفتش داخلی در تعریف شده و استقامت های کاریشان مشخص شده استقلالیت پاسخگویی و روابطشان با مقام اداره دایی تثبیت شده و این منشور تفتش داخلی با تمام ادارات شریک شده به خاطر تطبیق همچنان یکی از وظایف اداری عالی تفتش بهبود شفافیت و حسابدهی و تقویت و حکومتداری خوب در ادارات اماراتی است و چون دیدگاه امارات اسلامی افغانستان همی است که افغانستان از بود شفافیت و حسابدهی به عنوان یک الگو برای کشورهای منطقه و جهان مبدل شد به می اساس داریالی تفتش در جریان و های خود کوشش میکنه تا مواردی که شفافیت و حسابدهی را در نهادهای اماراتی ضعیف بسازه تزبیت و وارد تثبیت و به مقامات ساله امارات اسلامی افغانستان گزارش ارائه بکنه در جریان سال 1401 اداری سا داریالی تفتش بررسی های را که انجام داده تعداد 26 قضیه را کشف و تثبیت کرده و در حالت رسیدگی قرار داره که ما با ارگان های روی از کار داریم تا به مشکل این موضوعات به خیر رسیدگی شود. بس امده دیگه که مربوط به صاحه کاری داریالی تفتش میشه رسیدگی بر اعتراضات بر یافتای تفتش است ما وقتی که بررسی خود را در مراجع انجام میدیم طبیعی است که ما به یک سلسله یافته ها و مشکلات دروجا روبرو میشیم و اون مشکلات و نواقص کاستیار ما بیرون نویس میکنیم و در قالب گزارش جهت تطبیق دوباره به نهادهایی که تفتش شده ارائه میکنیم در بعضی موارد نهادهای بازرسی شده بالا یافته هایی که ما داریم اعتراض میکنند یعنی یافته ما را قبول نمیکنند اعتراضاتشان رسما بر اداره تفتش مواصلت میورزه اداریالی عالی تفتش یک کمیته بر از اختصاص داده تا به ای اعتراضات رسیدگی بکنه ما به اساس هم پروسیجرا و طرز کاری خود به اعتراضات رسیدگی میکنیم در جریان سال 1401 به تعداد 93 اعتراض بر اداره عالی تفتش مواصلت ورزیده که ما به 86 اعتراض ازی رسیدگی کردیم و را دوباره به نهادهایی که اعتراض کردن شریک ساختیم موضوع امده دیگر روابط خارجی اداره تفتش است که ما خوشبختانه روابط خود را با سازمان بین‌المللی ادارات تفتش و, و سازمان‌های مربوطی از او حفظ کردیم که در ج... چون اداری تفتش عضو سازمان و بینالی ادارات تفتش است و همچنان عضو سازمان آسیایی ادارات آلی تفتش می باشد و هدف از این نهادا ایجاد هماهنگی در بخش های ارتقای ظرفیت میاری سازی و بهبود کیفیت تفتش در تمام کشورها می باشد که ما خوشبختانه با تمام این نهادا در ارتباط هستیم و فعلا ارتباط ما پابرجا آ... آ... است و در سال 1401 ما در 24, 24 مین کنگره بینولی سازمان بینولی ادارات عالی تفتش که در کشور برازیل دایر گردیده دا بود و عالی ترین مرجع سازمان سازمان ساسمان است که عضویت از که کنگره بینولی را تمام نهادهای تفتش کشورهای عضو دارند و روحسا و مسئولین ارشد در کنگره اشتراک این کنگره در برازیل دایر شده بود و نماینده داریالی تفتش نیز در کنگره حضوری اشتراک کرد و از دستاورده و فعالیتهای که داریالی تفتش داشت در اوجه معلومات مفصل را نمود و خوشبختانه که ساسمان بین المللی دارات آلی تفتش هم تحود ادامه تحاد به همکاری با اداره تفتش داده و همچنان در جریان سال 1401 به تعداد 21 تن از داره در سیمینارها و برنامه های مختلف سازمان های ادارات دارات تفتش و نهادهای مربوطه آن به گونه مجازی اشتراک داشتند و این روابط فعل نام است ما دعوتنامه از نهادهای مختلف دریافت میکنیم و همکاری همیشگی را با آنها حفظ کردیم موضوع دیگه ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی است چون بحث مهمی وقتی که ما میگیم اداره تفتش یک داریم مسلکی در بخش تفتش است ما باید کارمندایی را که جسم میکنیم در قسمت ارتقای ظرفیت آنها اه، اه، کوشش نماییم بنام با توجه به ماهیت کاری داریل تفتش رهبری این توجه جدی را در قسمت ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی کارمندان در سال 1401 روی دست داشته که و می اساس ما برنامه متعدد در سال گذشته دایر کردیم که هم برنامه کوتاه مدت که از یک روز یک ما را در بر می گیرم در مدت ها که برنامه یک ساله تفتش است قابل یادآوری است که داریالی لی تفتش خاطر ارتقای ظرفیت و مسلکی سازی یک مرکز آموزشی تفتش داره که مرکز آموزشی مجهز با مواد درسی بسیار میاری و مسلکی و همچنین و مجرب می باشد که در جریان سال در قسمت ارتقای ظرفیت کارمندان تفتش کارمندان تفتش فعالیت میکن ما در سال 1419 برنامه کوتاه مدت را در این برنامه دایر کردیم که 470 تن از کارمندا ای از این برنامه مستفید شدند که از این جمله 328 تنش کارمندای داخلی اداره بودند و 89 تنش کارمندای تفتش داخلی سایر اداره و همچنان ما برنامه مسلکی تفتش داریم که در یک سال ای دایر میشه کارمندای جدید الشمولی که در دا اداره میشن پیش از اینکه ما ای را به وظیفه تفتش توظیف کنیم اینها را در مرکز آموزشی جست میکنیم بعد از فراگیری یک سال درس دوباره اینها را ما به مراجع جهت اجرای تفتش توضیف میکنیم که دی برنامه یک ساله ما سال گذشته با تعداد 25 تن مفتشین اشتراک داشتن که بعد از فراگیری درست مسلکی به وظایف تفتش گماشته شدند خلاصه فعالیت ها و دستاورده داریالی تفتش همی بود از توجه شما یک جهان تشکر بخیر باشیم